الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهایت یاردن پروردگار من این شبم شب بیستم ترابه، بیست روزی شب زنده داریم و اتمام میرسم. هر یک صبح عزیزا شام منتظره، هر یک جوانی را پیری، هر یک حیات مرگ، کل شیء بدایتون و له نهایتون. هر چیز سرشوی داشته، هر چیز نسشوی داشته. یک روزه بود که ما ابتدای رمضان شروع کردیم ترابه شم، من این روز ما بیستم روز شم میخونیم، هیچی نه، هیچی. روز تا روز آهیست و آهیست ما به سوی ملک ابدی نزدیک میشیم. برای ما بیست شده، برای ما سی شد، برای ما بهار آمد، برای ما تابستان. اما ایرم ایام نبراریم که روز تا روز آفتابی ما به سوی غروب رفتیستن. یک روز میشه که میگم فلانی نیست، فلانی نمون، فلانی رم. رمضان بزرگ به این بزرگیش و به این رحمتش و به این سرطوم و عبادت بیس روزی شبزی نداریش نفت. و فضل و عنایت الهی فردا بعد نماز عصر یا روز جمعهش باشه، ولی حسابش میکنم انشاءالله من دهه آخرم میدارم. هیچی نیست از این یک دقیقه از بین میرم. من دهه آخرم، من امروز یا فردا میدارم بعد عصر. برای ما و شما تا رمضان دیگه کی بده، کی رفت و کی ماند، این را ما میدانیم، را خدا میدانم. بزرگو در کتابشان درج میکنند که رمضان این دوازده ماه رنگ دوازده تا ماه سال هست. همین دوازده تا ماه سال و دوازده تا فرزندان یعقوب علیه السلام قصه میکنند. دوازده ماه میگه رنگ دوازده تا فرزندان یعقوب علیه السلام هست. رمضان میگه این ماه یوسف هست. یازده برادر در حق این چکارایی نکردن، اما پیش این آمدن این همه شو بخشید. یازده ما پستی کردیم، بلندی کردیم، مستی کردیم، گناه کردیم، چکارایی رو نکردیم. این یک ماه هست میگاییم میدراییم، همه ای ما تازه میشیم، پاک میشیم، بازگشت به خدا، ماهی سرتاپا رحمت. اکنون آیه رقم 281 که ما درباره ربا و پرسنت صحبت میکردیم، آخران آیتش با نصیحت پروردگار ما را میکنه که شما بیایی با آخرت شناسی کنیم. با ربا خوران خدا میگه بیایی شما آخرت شناسی کنیم. با همون جنایتکارهایی را که بعد در بخشی اقتصادیات کردن، چقدر گناه و جنایت هایی نکردن، با اونها را الله جلوالا شانه خاتمه میبخشن. مگه وطب و یومن ترجعون فیه الالله، همون روز مرده نمیاد بار فکر کنی آخی اقدر مهر تانان اندازه در این بانک پلاتان و یه روز ممرش ماهن بشه همون خالقتان میبیاییم. شما یک بار می بیایید پیش خالقتان در وام خرید، ما نکنین که یک بار شما را آفرید، نه، شما با می بیایید، با بسوی اصلتان باز می گردید. ای ربا خورو، شما روح ناپا کرده، جسماتان لعنتی کرده، تاریختان سیاه کرده، اما ایر از یاد ما براره که با خدای بخشنده دارید. بازگشت کنید، بیایید، توبه کنید. وقتی که شما اگر پیش پروردگار بازگشت یک بار فکر کنه،
اینم از یادتان بروره که اگر شما توبه کرده از رفتارانتان، هر عمل و کردار شما نیکشت ثوابه در جانب خدا. شما ایره فراموش نکنه، بیایی آخرت شناسی کنه. چی به انسان ها جنایت را بس نمیکنن؟ چی به انسان ها گناه را بس نمیکنن؟ چی به انسان ها بازگشت نمیکنن؟ چی به انسان ها در این راست را آمدن را بد میبینن؟ سببش چیه؟ قیامت در ایمان ندارن. هر کس به قیامت ایمان داشته باشه و گناه نمیکنن. چی به این فرزند ها، برادر ها این را جنایت را بس نمیکنن؟ چی به سببش چیه؟ برای که آخرت را باور ندارن. یکی از سبب ایمانی به آخرت نداشتن عزیزان، ما را به سوی گناه می آورد. یکی از بزرگان در کتاب روانشناسیش گفته است سه چیز همیشه و همیشه برادر از برادر جدا میکنن. یکم زن، دویم زر و پول، سهیم تقسیمات مال و زمین. سه چیز گفته برادری را برهم می زنند. تمام آیله ها از روی زنی به معنی کلید می شوند. تمام اویله ها از روی زنی به معنی تحریم شوند. تمام اکدی دادری از روی زن ها بینده در آمدان محروم شوند. دویم تمام دوستی دنیا از روی پول کرد می شوند. تمام جنگ دنیا برادره برای تقسیم زمینه. این دروغ همش. ما آزادی می بیاریم، ما دموکراسی می بیاریم، ما برنامه های آزادی می بیاریم، ما رشد گندری می بیاریم، ما می خواهیم حقوق ها برابر باشند، زن و مرد حقوقش این کرده نیم، صناعت این همه دروغ های جنگ دنیا برای زمین هست. از ابتدای دنیا جنگ دنیا برای زمین هست. بین تمام عبر قدرت ها بوده سه چیز برادری را و دوستی را از بین می برد. یکم سه چی سبب شده اگر زن، پول، زمین. سه چیز در زندگی انسان یک مراتبه داده می شود. پدر و مادر، جوانی، شمس. پدر و مادر را هم شده برادر و پدر و مادر را حرمت کنه. اینا در حیات یک بار برای ما می بیاید. این بچگی یک بار می بیاید. حج در بچگی کنه. قرآن در بچگی یاد گیره. صدقه را در بچگی کنه، عبادت را در بچگی کنه. این پیری خود یعنی شما این مردان هست. این پیر مردم هیچ ایدنسش نمیر به بچاره را هم ایچی را دیوشی کنه، جمعه را دیوشی خونه، اتواجه را دیوشی خزمت چکنه، قسم و خود را پگه پگه نکنه. این پیری خود یعنی شما این مردان هست. هیچ محل پگه پگه نکنه که دیر میشود. آفت علم فراموشی هست، آفت عبادت پکه پکه هست. این جمعه قدم قدم نگویم فردا فردا که یکی از برنامه های ابلیس همین بوده که ما را میگه پگاه پگاه پگاه. نه آخی پگاه دوامی امروز دوامی پگاه هست. پگاه دوامی همین روز همین رو چکار کرده کرده با پگاه هم نگه دوام داره آخی. شانس هم خدا یکی میتی آدم دار. او شانس های خواندن بسیاری های دست داده. او شانس ها را دیگه خلاص بزرگان ما میگفتن که پاییز های بخورا گذاشت دیگه نمیتونه مک خواندن. شانس خداوند آدم سه چیز در حیات یک بار میداده. این دوباره تکرار نمیشود. پدر و مادر، جوانی، شانس. سه چیز همیشه دل تنگ میکنن، روح بیقرار میکنن، ما را فقط دل ما را سیاه میکنن. مرگ پدر و مادر، مرگ برادر، مرگ فرزند. این سه چیز دل تاریک میکنن، روح بیقرار میکنن. ما دیگه طاقت کردن نمیتونیم. همین که صبرم کنی نعره بزنیم. این بزرگ در کتاب روانشناسی آورده مرگ پدر و مادر، مرگ برادر و مرگ فرزند. همین قدر صبرم کردی خونه خون عرب بزنم. این چیزی سوزی شدید. سه چیز در دنیا بسیار لذت داره: آب و آتش و آرامیش. برادر و قدر آرامی رسیدن در کرد. من بیننده واز همینجا که آرامه همه ایمو آرام شیشنه. و قدر آرامی رسیدن در کاره. آرام جورا و ایران کردن در کار نیست. کسی جای جمعیتی جای آرام و ایران میکنه خدا را لعنت میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و
گفتم که کسی که در جای جمعیتی پیشاب میکنه و مجور مسوا میکنه خدا رحمتش کنه. جای جمعیتی را رسوا نکنه، جای عبود را کلید نکنه. سه چیز هیچ محل نخر و در بدن رحمته: یکم غم، دویم حرام، سیم نفقی که هر سشم شیبانی میبیورن همی بیادن نخر. دویم حرام نخر، سیم نحقی را، نحقی را نخری جما در بدن نحقی را، فقط حق دوستو. سه چیز گفته برای انسان همیشه پیشپا های جوان مردا با واسطه این سه چیز شکست میخورن: یکم غرور، سیم دشمنی، دویم دشمنی، سیم نادانی. انسانی که غرور داره، کبر داره، غرورای بی‌معنی داره، انسانی که همیشه دشمنی میکنه قطعیت بادم، انسانی سیم نادانه، این سه انسان همیشه سقوط میکنه، پشما میخوام. کوشش کردن در کاره سفید دشمنی را ما باید کم کنیم. چی در کار دشمنی؟ چی در کار عزیزا جهل نادانی؟ دشمنی را نادان میکنم. سه چیز برای جوانمرد شکست بده: یکم غرور، اینمی تکبری های بیمعنی، ایدعانی در میبیان میگم درام، میگه فلانی باشه من نمیدرام، این آن غرور های بیمعنی، تکبری های بیمعنی، اینا انسان ها را میشکنن. سه چیز را همیشه زیاد کن: دانش، دارایی، باغداری. این سه چیز باید در زمین زیاد شود، علم را زیاد کنم در قرآن. هر روز یک کتاب خونه، اقلا یک ورق کتاب خونه. کسی باشه نباشه، کسی کتاب نمیخونه، این به بزرگترین واجبات ایمان خیانت کرده. اقلا یک ورق هم باشه کتاب خونه. دویان، کسی داراییش زیاد میکنه. عزیز و محنت بسیار کنه. هر روز کوشش کنیم که 100 روبل زیاد کار کنیم. هر روز کوشش کنیم که 200 روبل زیاد کار کنیم. تای بزرگ چی با آدمی دارنده را دستش ده همه میرسن. آدمی کم بدن اما زن خیچ اساس خونده نمیتونن، کودکای خیچ اساس خونده نمیتونن. کوشش کنیم، حرکت کنیم، از وجه حلال، از رای حلال 100 روبل هر روز زیاد کار کنیم. سیم کوشش کنیم باق زیاد کنیم. باق این آرامیش های، باق این سنت رسول الله های. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده کسی یک درخت تر به سبب میبره خدا لعنت شکنه. اینقدر هوا و اینقدر آبادی از روی باغداری ها. کوشش کنید به این سه چیز زیاد کنید. سه چیز انسان را گفته احمق میکنه، سه چیز انسان آبروش را پس میکنه: یکم حیرز، تشنه بودن. بیهوده دنیا را تشنه نشده. حضرت سعدی یک داستان میبیاره: گربه و صندلی. یک پیشک بود میگه بیخی صندلی کمپیر در خواب میره، کمپیر هر روز اما پسمانده نانکاش و پسمانده گوشت های نیمکالخیرش میداد، ای گربه را حق میکرد. یک روز میگه نگاه کرد که بالای بام همسایه در کبوترهای کلان کلان تشنه کبوترها شد، از خانه حوالی کمپیر برامد خواست که کبوتر شکار کنند. صاحب کبوترها میگه کمان اگری زد، میگه دست پیشک شکست و میگه طرف صندلی میدوید که همون نان و نانپارا بسای و یه حریص شد دست بشکستن. این زندانوی ها، این جنگ ها، این کارچخری ها، این بمعنیگی ها، این به آبروگی ها ایوی حریص بودن های همون نیم تمام راحتی جان ایوی حلال بسای دروخی چی نگوری که حریص میشی. دویم حسد، بخیلی، این آدم را پس میکنه، این آدم را به آبرو میکنه. سیم حماقت، احمق بودن. ما مسلمان احمق بسیار داریم. یکی همین احمق نیم تلفن گاو زمان. اینا باور کنی نه آداب دارن، اینا نه تربیت دارن. همینجا میشنه من در مسجد گفته همینجا را با ویدیو کارا پرتوختم بگیر ده جوی دیگه دارم. این یک نمود احمقی در بدن این موان. نه در حرمت نماز دارن، نه حرمت معویزه دارن، نه حرمت چندین کارا دارن. حماقت در بدنشون زیاد هست. برای چه عزیزا؟ برای اینکه اینا را پدر در سر دستم تربیت نکرد، اینا را معلم در مکتب تعلیم و تربیت نکرد، اینا را مولا تربیت نکرد. پدر دست یا را گرفته پیش آدمی به معنی نبود، مجلس های به معنی در رفتن نشیشت. اینا آمدن در این کوچه ها کلان شدن، گمان میکنن همه جای دنیا برای اینا پواره. احمق نباشین.
در مثنوی داستان چی میگه عزیزان؟ داستان مرغ و کبوتر. مرغ و کبوتر وا خوردن. مرغ چی؟ کبوتر هر دوش وا خوردن. مرغ گفت کبوتر چند چوجه میمونی؟ گفت دو دونه. گفت این قبل بابا یعنی تعریف میکردن یه چی تولد نمیکردی کن دو دونه هر. و این گفت تو چند هم میگنی؟ گفت 20 دونه. من گفت دو دونه میکنم. گفت شاه ها سری فرزندهای منم میمولم خط روی میکنم. من دو دونه خطکشان تولد میکنم. شاه و وزیر و مقامات ها و قدرت ها سری بچه من سیره میکنم. خط برک میگم. تو 20 دونه تولد میکنی مرغ میکنی. خلا یکنه بچه ایتر فقط بکشم. همین خانوهی ده که مرغ باشه ای سر تو بگره کشم. ای قغم میتیم. تمامی نمودی غجر مرغ میکنم. ای قغم میتیم. یکون جو دادی دیگه کبوتر هم بودن. برادر یک تزوی کبوتر زوی. دو تزوی کبوتر زوی. همین ده تای مرغ که ندن کنه یخی. نه دروای تربیت های، نه دروای اخلاق های، نه دروای دزانوشینی های، نه دروای چرزانوشینی های. این همین قدر قایله ها می پوشن، دختر ها در کوچه می مونن، مردم بزنن می مونن، سر می تین، 5000 و 10000 همه ای اولو مرغ خموشده گیم. اونا حرمتی خسرت می دونن، حیواره می دونن، این همی دن، برمان ندارن او، احترام ندارن. عزیزو، یک دونه کنیم کبوتر صفت کنیم. در کتابی چهل توتیش حضرت محمد عوفی بخارایی داستانی سگ شیره می بیارن. سگی موده میگه و شیری موده با خورده گفت چند تا تولد میکنی؟ گفت دومن. شوهی آلم شیری جنگل این و آن ایقا تعریف دارم میکنم دتا میزویی؟ در بله گفت تو چند تا میزویی؟ گفتن من دو شکم میزویم تو 20 دونم. آخی گفتن من دو دونم میزویم شیر میزویم. تو 20 دونم میزویی سنگ میزویی. تو فرزندی تو فقط سنگ شام بکنم. فرزندی برایش که سنگ نزده. برای همین عزیز و تربیت چیزی مهمه در آینگان دو دونه شیر زویی دو دونه شیر تربیت شیر اخلاق زویی چون میکنم همه هفت هشت رنگ سگ بوریم انا همین حماقت میگن احمق زیاد شد این داستانی سگ و کبوتر این برای ما برای احمق ها هست اینجا سگ کبوتر اینجا گب نمیزنم به یکدیگر شما این بحث ما آدم ها هست فرزندان رو تربیت درست کنه دخترها اونا تربیه درست کنه اون دخترها پگا آیله و قبیله به دنیا می بیارن این فرزنده ها پگا آیله و قبیله به دنیا می بیارن باید ما کوشش کنیم که بعد این سری ما رحمت نامه را در حق مون ای فرزند احمق ای فرزند به معنی لعنت شناو یا از همون دختر به معنی لعنت شناو چی در کار زندگی؟ سه چیز گفتن همیشه و همیشه برای بدنت بخیر که فایده داره سه شیر سیرکا سیرکا این اکسوس نیست عزیزا سیرکا اصلا یک نوع مایعی هست اگر او را نبیز میگن عربا یک نوع هست او را نبیز میگن بعد از نبیز شدن او سیرکا میشود او از خرما و از چند اشتباده اگر کم ترک او را گذرانی شیریتر نبیز میشود کم ترک اگر گذرانی او چی میشود عزیزا؟ عرق میشود بین عرق و بین نبیز یک محصولاتی از او را سیرکا میگم عادتا از خرومه های عربی بسیار تیار میشود او بسیار دلکش هست این اکسوس ها نه این هم که سیرکا میگن این اصلا سیرکا نیست یک نوع مشروبات هست که 70 درد خالصان تبابت هست شفای این بسیار در زمین های گرم می شود، در زمین های تروپیکی می شود، در زمین های می شود که مثال مثل زمین های سعودی اونجا در می شود، او را سیرکا می گن، او از خرما جبیده می شود، از نویز جبیده می شود، او آدم هم مست نمی کند، خیلی خیلی دلخش را که زیر بایو مورید، این زیاد خیلی گفته، را گای دیل هوی می کند، آدم هم جوان می کند، کار قلب خوب می کند، عصب آرام می کند، درد دفع می کند، استخوان و قوت می کند، برای مردکو فایده بخش برای کاری شب شما این سیرکا میگم همین رفته زیاد بخره شیرم زیاد خره زیرا این که شیر بسیار انسان عالم میکنه دانشمند میکنه پیغمبر چی نعمت از میوجات را میخوردن میگفتن اللهم رزقنا یا اللهم سقانا اللهم اسقینا دعا میکردن خ
خدای دوش آمدی من، خدای رزقم دادی، اما شیرم میخورد میگو اللهم بارک لنا و زیدنا، خدای شیر زیاد میکن. در شیر با کلمه زیدنا میامرد، شیر علم زیاد میکنه، شیر ذهن خوب میکنه، محصولات شیری را زیاد استفاده بره. پیغمبر ما زیاد میخورد، حتی پیغمبر افطاراش با شیر میکنه زیاد وقت. با سه چیز همیشه دوستی کن گفته، یکم به عشق، دیو به عدالت، سه به عبادت. زندگی را ایروی عشق کنه، زنها را ایروی عشق دوست داره، فرزندها را ایروی عشق زندگی کنه قدیشان. یا هر یک زنی که اگر به عشق زندگی کنه دنیا دیگه خیلی میشود، زندگی باید به عشق باشد. همه ما حاصل عشقیم، اما تا وچه ما عشق ورزی کنم و به دنیا آمده، عشق چیزی گنده نیست. همه ما حاصل عشقیم، هر کسی که عشق نغز کنه از او فرزند خوب به دنیا می بیاید، عشق را خوب کنه. 70-80% بدن ما خون مادر است، پس مادرش ای پدر است. همه ما نتیجه عشقیم، عشق دنیا را آباد کرد، عشق مچته را آباد کرد، عشق سفر را پر کرد، عشق این پشت فلک را پر آدم کرد. الحمدلله عشق چیزی نغز است. اگر ما تا وچه ها عشق نغز نمی کنه اکجا می شنیم بود. برای همیشه عشق نغز کنیم، عشق خوب کنیم، زیرا اینکه حاصل عشق همه ما. ما عشق خدا به دنیا آمدیم، رحمتم جوش زد میگه، عشقم جوش زد آدم به دنیا آمد. ما ای رحمت خدا به دنیا آمدیم، ما ای غضب خدا نیستیم. این دنیا در رحمت از زیاد کنه، بخشش از زیاد کنه، عشق از زیاد کنه، یک دیگر دوستوره زیاد کنه. عشق انا همین هست، همه ای انا میجا ششتگی های حسین عشق هست. چیزی بد نبودن کجای دکی عشقی رفت دانیم که ما و شما به دنیا آمدیم. از از دو خون انمی مویو به دنیا آمده ایم، حاصل عشق پدر و مادر مویم. الحمدلله چیزی بد نمیدست. دویو برادر عدالت، حق به حق دار رسانه، عدالت دوست داره، همیشه پیره عدالت باشه. عدالت ستنه هسته که دنیا را قبیده گیای، عدالت ستنه هسته که حکمت خدا را قبیده گیای، عدالت یگانه نعمتی هسته که آیله ها بنیاد می شوند، فرزند ها در رای درست تولد می شوند، فرزند ها در رای درست تبابت می شوند، فرزند ها در رای درست تربیت می شوند. ریشش عدالت نگید. دنیا اگر با تمام وز بینش بین سر داده بیاید، ای عدالت نگریزی، هیچ محل از عدالت نگریزی. دینی ما هست، پیغمبری ما عادل بود، حضرت ابوبکر عادل بود، حضرت عمر پشت این زمین از عدالت برکه پیش حجر الاسود آمد، رئیس حج بود. سال آخری خلیفگیش 9 سال و 7 ماه خلیفگی کرده، سال آخری خلیفگیش آمده پیش حجر الاسود دستاش برداشته، گفته پروردگارا عدالت ایره که حبیب بود میگو در زمین پهن کردم. یکم خواهش من این بود که عدالت رساندم، حق به حق دار رساندم. دویمش یک چیز میخوام، در شهر پیغمبر خاک شوم. این امپراتوری که امپراتوری دنیا را به زانو میغلطانه، این خلیفه ای ما با خواهش میکنه که در شهر حبیبش خاک شوم. سیم میخوام که شهید مرم. هر سیدهاش قبول شد. عادل‌ترین خلیفه در زمین فاروق اعظم در شهر رسول الله خاک می‌شود. با شهادت خدا نصیبش می‌کند در نماز بامداد، در سن 63 سالگی، در 9 سال و 7 ماه خلیفگی از جانب این ابوالولی مجوسی شهید می‌شود. خیلی انسانی در کار عزیزا عدالت بجا بیارم، عدالت بجا بیارم. اینقدر دوستی کنیم سهیم عبادت عزیزا، عبادت چیزی بزرگ است. عبادت برای ما قیمت بهشت مونه، عبادت به خدا نزدیک شدن است. عبادت باید ما خالص کنیم. حضرت علی کرم الله وجهه گفتیم هر کسی که عبادتم و خاطر بهشت میکنه که فردا بهشت گیرم، این عبادت سوداگر است. هر کسی میخواد که مگه عبادت کنم بهشت گیرم، عبادتش قبول است، درست است، نگه این عبادت سوداگران است.
هر کسی عبادت کنه گوه من بینن این عبادتی ریاکارا و عبادت نکنه خوبه گوه هر کسی گوه که خدای تو خالص لایق عبادتی وقت خدای منی تو آفرنده منی تو با واسطه پیغمبر مرا تعلیم دادی ها عبادتی تره میکنم این عبادت مؤمنین خواهی کرد اینو یکونش تمام ندارم اینو خدا رو خالص لایق عبادت میدارم واسه چیز دوستی کنید عشق، عدالت، عبادت سه چیز همیشه رنج می بیارد یکم بیماری عزیزا ولا تلقوا بایدیکم الی تهلکه دیده و دانسته به دستاتون خطان به هلاکت نندازه به هلاکت شرک به هلاکت منافقی به هلاکت فاسدی به هلاکت باطلی به هلاکت بیماری خطان کسل نکنه تبابت کنه دندانتون را تبابت کنه سلامتی را تبابت کنه کوشش کنیم که ما باید بیمار نباشیم بیماری ما در رنج میآورد اگر همون تماشا کردگی باشیم در عالم حیوانات هم شیر و گرگ همون بسیارتر و بسیارتر شکارشون جاندارای بیمار هست همین آدم بیمار هم همینه عزیزو همیشه شکار میشود همیشه وسوسه میشود این دنیا در بین ایام یک درد ای جانب خدا می بیاد درمان ها زیاد های کوشش کنیم اما ما خدا ما کسل نکنیم بیمار نکنیم چیزای ضرروار استفاده نبریم این در عمر ضرر داره رنج ما میتیم دویم بی پولی رنج می داده کوشش کنیم عزیزان فکر کنیم که یک دانه همون فوتبال باز اروپایی را 200 میلیون یورو خریدیسیم این چی ده پای موده یک صدر رو میتیم اما کلوبو همون خریده استیم ماشین ها نرخ دارم تلفن ها نرخ دارم توفلی ها نرخ دارم اما آدم در یک اصلا در رو بول نمیتیم برای که خوشه نمیشنوسم خوشه نمیشنوسم که من کیا زندگی رزیل داره زندگی به معنی داره اما اینش در اینش باوری نمی که اصلا در رو بولده امروز آدم ویترینه نداره با وجود اگه مسجود ملائکه باید احتیاط کنیم که به پولی رنج میبیارم کوشش کنیم ما باید فکر کنیم اگر در همه کسکشه که میره هزار دانه اسب باشه فکر مردم در هزار اسب نیست فکر مردم در همه دو اسبی هسته که به یک دیگرش خنجق میشن بزمه برارم اکه خنجقه شده اخی توجه مردم جلب کنیم وقتان خنجقه شده براری حلال کنه ای بای 13 میلیون یهود فوکش در تمام سیاست دنیا های وطنشون در خریطه نام نداره حتی که در خریطه جا نداره وطنشون اگر شما بانگی نشان در اسرائیل نمیاره شما 13 میلیون یهودی فکر در تمام سیاست دنیا هست باید نویه مراتی به خود بیاییم این چیگه باید هر انسان از عقل ادراک خدا دادگی استفاده برای و هیچ ملقش رو کمقل نمیشود سیون به مرامی باید نسبت یک دیگری ما خبرگیری باشه به مرامی نکنیم به توجهی نکنیم پدر و مادرها رو هر روز زنگ زنیم و رنج میکشم اویله ها رو هر روز زنگ زنیم و رنج میکشم فرزنده خودی هر روز گرم زنیم و رنج میکشم نخواه آدم زنش خودی قهری کنم نخواه انسان پدر و مادرش خودی قهری کنم نخواه انسان اکل دادرش خودی قهری کنم این به مرامی اینها برای ما رنج میبیارن رنج نتیم هیچ کسا همین هم مالاتی وقت ما فکر کنیم دو روز اگر زن بوده اگر نه پرسه رنج میکشیم باید ما رنج نتیم یک دیگر مونم این چیزا رنج میدارم به برامه به توجهی باید توجه کنیم پرسیم سلام کنیم علیه کنیم یک دیگر مونده باید چکا که رفقه داشته باشیم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرؤوف الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لك الصمت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت برحمتك يا ارحم الراحمين